درود میفرستم به همه شما عیزان نفتالی بنت این هم مثل این یارود نتانیا یابو باشه نتانیا خیلی دوست داره لفظی کنه حرف بزنه من صحبت ایشون رو در مجمع سازمان ملل همون لحظه خواستم بیام تحلیل کنم در یک ویژه برنامه دوستان برنامه ای من خیلی زیاد شده دیگه دارید میبینید در کنارشم هم خب هم شروع کرده به یک سری فعالیت ها و برنامه سازی هایی که اگر مایل هستید از طریق یوتیوب همسن هم میتونید سبک زندگی ما و مدل زندگی ما و یک سری حرفا رو ما داریم که در یک قالب دیگری با یک روش دیگری داریم از طریق یوتیوب همسن هم انجام میدیم خب با همسن هم من یه همکاریایی میکنم در اونجا و واقعا یه خورده دیگه سخته خیلی حتی دارم واقعا همینجوری هم تون تون دارم برنامه اجرا میکنم بر همین نرسیدم همون لحظه آقای نفتالی بینه بخوام تحلیل بکنم و ببینم که ایشون حرف حسابش چیه ولی نکته ای که وجود داره اینه که حرفایی که ایشون علیه ایران زد در مجمع سازمان ملل لازم به یک پاسخ جدی است و در این برنامه این پاسخ جدی رو میدیم همین امشب هم این برنامه پخش میشه در یوتیوب و این برنامه یه مقدار طولانیه چون من نزدیک 9 دقیقه از صحبتهای ایشون رو باید تحلیل کنم و باش بررسی کنم که 9 دقیقه بررسی یک ویدیو یک, تا، یک سخنرانی وقت میبره و فکر کنم حداقل سی دقیقه این برنامه وقت بگیره ببینیم که ایشون چی میگه حرفاشون چیه اجازه بدید اسرائیل به واقع در محاصره حزب الله شبه نظامین شیعه جهاد اسلامی و حماس قرار گرفته. خب ببینم یه چیزی داری میگه اسرائیل اصلا اومده تو این منطقه دیگه اسرائیلی وجود نداشته. تو اومدی وسط داستان بعد میگی تو محاصره نه. و اصلا وجود نداشتی تو اومدی یک بخشی رو اشغال کردی خب دور تا دور تینان دیگه در مرزهای ما این گروه های تروریستی میخوان که حاکم خاورمیانه بشن و اسلام رادیکال رو در سراسر سر جهان پخش کنن جالبه خود اسرائیل متحد اون اسلام رادیکالیه که صحبت میکنه اینایی که الان دارن چیز میکنن ماهیت حالا درست متحدان جمهوری اسلامی و اینا خیلی اسلام اسلام میکنن تو این زمینه ولی ماهیت حزب الله و ماهیت بچهای حماس که حالا اونا سنیان حزب الله که شیعه است ماهیت این جریانان ماهیتی در درجه اول اسلامی نیست اینا ماهیت دفاع از دقیقا مبارزهشون دفاع از خاکشونه دفاع در برابر یک ظالمه در برابر یک بحث امنیتیه بله حالا مسلمان هم هستن ولی نمی جنگن که اسلامو بخوان گسترش بدن دارن می جنگن که خاکشون رو دفاع کنن خود جمهوری اسلامی هم همینه حضور جمهوری اسلامی اونجا به خاطر واقعا جنگ ما با جنگ با در مورد اسرائیل من قبلا برنامه ساختم از منظر ملی واقعا اسلامی نیست جمهوری اسلامی هم داره می که آقا امنیت چفت بشه اسرائیل مخل امنیت و آسایش کل بشریت در قرب با سیستم رسانه داره این کار میکنه در طرف های ما خطرهای امنیتی کلاسیک ایجاد میکنه به صورت فیزیکی این یه حقیقتیه و چه چیزی بین اونا مشترکه چه مشترکشون اینه که همشون میخوان کشور من رو نابود کنن تو اصلا کشوری نداری که تو کشور مردم رو قصب کردی اصلا جالبه و همه اونها تحت حمایت ایران هستن مثل این میمونه من الان بیام خونه شما رو بگیرم و گردن کلافتی. بعد بگم که تو میخوای خونه پس بگیری بگم تو میخوای خونه منو بگیری خونه من نیست من خونه تو رو گرفتم ولی میگم خونه من وقاحت و لفوازی در عرصه دیپلماتیک دیگه اونا حمایت مالی میگیرن از ایران آموزش میبینن از ایران اسلحه میگیرن از ایران خب چیکار کنن با سنگ که نمیتونن در برابر قاسبی چون تو هدف مهم ایران اینه که هدف مهم ایران برای هر کسی که چشمش رو بخواد باز کنه خیلی روشنه ایران میخواد حاکم منطقه بشه و میخواد که نه 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 نفهمید چی میگه که ایران میخواد حاکم منطقه بشه ایران حاکم منطقه هست 2500 سال حداقل تاریخ نوشته شده و قبل از اونش هم ایران اینجا خاصگاه داره قبول نداری باشه برو آثار باستانی که توی فلسطین اشغالی خودت کشف کردی محققان و باستانشناسان خودتون از تپه ها و دش های نظامی هخامنشیان کشف کردن در درون فلسطین اشغالی برو یه سر بزن ایران حاکم منطقه هست ایران همواره در نقش تمدنی خودش حمایت میکرده از مردم منطقه در برابر ظالم می دوست داری برو بشین بخون حتی کتاب خودتون بخون تو هم عهد قدیم هم یه بررسی بکنی میبینی ایران اونجا خاصگاهشه شما در عهد قدیمتون اشاره میکنید به کوروش بزرگ خب برو بخون این در کوروش بزرگ داستان چیه کوروش اصلا برای چی تو منطقه بوده همونطور که کورش بزرگ در برابر نوبک نصر و آشور ناپال که مردم رو اذیت میکردن رفت و ایستادگی کرد به مردم یک آسایشی داد کورش زمانه ما آقای خامنه ای که درد براش تو وسط سر کچل تو بخوره آقای نفتالی نفتالی بنت همون نقش داره ایفا میکنه آقای خامنه ای بر مردم اون موقع ما بر مردم مظلوم غزه حمایت کردیم از مردم مظلوم غزه اومدیم پشتیبانی کردیم در برابر جریانات رومی و سردار با هم اونجا رفت فرمان روایی کرد که همواره مردم غزه رو حمایت کنه امروز سر سردار با زمان ما قاسم سلیمانی بود که اومد اونجا کمک کرد سلیمانی رو کشتی باز ما امروز سردار با زمان دیگری داریم و اون آقای در حقیقت قانی هست اسماعیل قانی سردار بزرگ ایران زمینه اینا سردارای تمدنی هن. این نقش تاریخی ایرانه ایران حاکم منطقه هست نه تو میخوای باشی تو رو خودت تعارف نکن همین مورد یک جریان جهودیسمی میمانند شما که هیچ ریشه تاریخی هم ندارید در زمینه حکم فرمانی در طول تاریخ شما کجا حکم فرمان بودید در طول تاریخ همیشه شماها به جریانات ثروتمند و قدرتمند میرفتید میچسبیدید مثل زالو ارتزاق میکردید کارتون هم کلا طلا فروشی و پارچه فروشی و اینا بوده کار تجارت داشتید کجا شما ابزارهای ایجاد حکومت داشتید که الان مثلا شما ادعا میکنید کجای تاریخ آقا آقا بر یک حسب یک چیزی شما باید یه جا تکیه بدی یه ادعایی بکن یه ادعای تاریخی باید داشته باشی ادعای مذهبی داشته باشی ادعای ملیگرایی تمدنی آقا نمیشه که مثلا به طرف بگی آقا دو تا پاتو ببر با بالا خم وای نمیشه روی چیزی بعد وایسی دیگه مثلا مبنای گفتمان ما در برنامه روده از بحث ایران شهری و منافع ملی و بحث تاریخ و تمدن و اینا سنگه تاریخ و تمدن اینه داستان منافع ملی اینو میگه جمهوری اسلامی حالا بیشتر میگه شیه یا بر شیعه شیه بالاخره ما یه جا حکومتی داشتیم اینطوری بوده اونجا اونجوری بوده یه مختاری بوده این کار رو کردیم چهار فعالیت داشته. شما آقا چیکار کردید تو طول تاریخ من میخوام بدونم این جریان نیست که ادعا داره کجای تاریخ حکومت داشته که حالا مثلا برای بار دوم میخواد حکومت داشته باشه 70 سال دهنه ما سرویس کرده هی میگه ما فلاونی ما ارض موعود داری آخه ارض موعود تو کجا مثلا حکومت داشتی اینا حرفا واقعا از تاریخی شما جایگاهی ندارید نمیدونم تعجب میکنم تحت یک چتر هسته چنین کنه در سه گذشته ایران قتل و خونریزی و نابودی رو در سراسر خاورمیانه کشور بعد از کشور پخش کرده بله زبان که استخون نداره تو ترور میکنی ادعا میکنی ما رفتیم ترور کنی و میگی ایران داره قتل و اینا زبان که استخون نداره ولی هرچی که دلت میخواد میتونی بگی بله زبان میچر هرچی دلش میخواد میگه ولی فاقد ارزشه خب نمیخ میخندن بهتون نتانیا یابود نتانیا هوتون هم ببخشید عمرش توی سازمان ملل های چرندیال همه خندیدن بهش کسی قبول نمیکنه لبنان عراق سوریه یمن غزه و ساتراپ های ایران اینا وچه مشترک همه این جاها چیه؟ خب همه اونها در حال فروپاشی هستند شهروندان اونها گرسنه هستند و دارن رنج میکشند اقتصادهای اونها در حال فروپاشی هستند ملت ها رو اینا میکنن تحریم میکنن که ملت ها گشنه باشن که اینا چیکار کنن بگن آقا چون میخوای سیرشی کشورت همه چیز بفروش کاری که با جمهوری اسلامی هم میخوام بکنن دیگه مردم رو انداختن به جون نظام آی وضعیت اقتصادی خرابه که چی اینا بتونن کشور و اهداف خودشون رو پیاده کنن ازای خیال باطل این حرفها تو کت ماها نمیره ما میدونیم حتی اگه سفرمونم بخواد پر نون بشه سفرمون غنی بشه سفرمون بزرگ بشه بایستی از مسیر مقابله با شما و به زانو در آوردن شما بگذره نه در مسیر تسلیم و سازش و اینا حتما با سفره مردم کل منطقه بزرگ بشه ولی این بزرگ شدن سفره ها از مسیر صلح ابراهیم نمیگذره اینها از مسیر خشم و شمشیر آریایی بزرگانی چون سلیمانی ها میگذره و تو خواهید دید مقاومین شما میگن آقا مقاومت هزینه داره سازش هزینهش بیشتره شما الان فکر میکنید امارات بحرین خیلی اوکی شدن که رفتن با اینا سازش کردن صلح ابراهیم حالا از فرهم اخبارش هم داره میاد از زمانی که اسرائیل پاش اونجا گذاشته مشکلات امنیتشون لحظه به لحظه داره بیشتر میشه این حقیقته این گشنگی مردم منطقه میخواد رفع بشه اون ارمسیل اینه که اون منفی 25 سال رخ بده همونطور که شاه میداست در افسانه های باستانی هر رو که دست میزد نابود میشد ما در مورد ایران دست ملاها رو داریم هر که ملاها بهش دست میزنن سقوط میکنه نه هرچی چی ملاها دست بهش من که طرفدار ملاها که نیستم اینجا منظور شما ملاها منظور حکومت ایران و مشخصا شاهنشاه منطقه آی خامنه ایه. والا تا اونجایی که ما دیدیم تا دست رو هر جا شما متحد آمریکا گذاشتی طرف بدبخت سقوط کرد شما اومدی از محمد رضا شاه س... حمایت کردی محمد رضا سقوط کرد اومدید از حسنی مبارک حمایت کردی سقوط کرد از این یارو بن علی حمایت کردی در تونس سقوط کرد از این هادی منصور توی یمن حمایت کردی منصور هادی میگم هادی منصور منصور هادی حمایت کردی تو یمن یارو سقوط کرد از آل سعود دارید حمایت میکنید بدبخت دهنش تو این چند سال سرویس شده هر چه شما دست گذاشی از هر کی حمایت کردی طرف سقوط کرد تو عرصه حالا دنیای غربم همینه شما ها اومدی از ترامپ بدبخ حمایت کردید بدبخ چهار سالی دوره اول سقوط کرد ولی حالا تو بشنهایی هایی بن... نفتالی بنه تحسیز آی خامنه ایران از هر کی حمایت کرد جهان گفت نه خامنه ای گفت باید باشه بشار اسد. موندگار شد هشتال شبیه از زمانی که تشکیل شده متحدان شما تو عراق و اینا خوشون رو پاره کردن آقا هشتا شبی و خل اصلاشه هشتا شبی الان از ارتش عراق قوی تره چرا؟ چون دست سید علی پشتشه خوشون رو پاره کردید گفتید آقا الله اومدی در سال 2001 کلی فتنه کردین اون رو پدر این مرتی که سعد حریری هم کشتید رفیق حریری رو ترور کردید که بهانه بکنید بندازید گردن حزب که تهش به کجا برسید حزب الله خلع سلاحشه اون موقع حزب سلاحش چی بود گفت <تحق> ته سلاحش کلاشینگوف بود و چهار تا جیپ جنگی و اینا گفت اینا رو باید تحویل بده امروز چه خبره حزب تانک داره موشک داره نه تنها اون سلاح های ابتدایش هم ندارین چرا چون دستش پشت سرش آقای خامنه ای آقای دست زد روی آقای حسن نصرالله دیدی چه اتفاقی افتاد نظام ایران دست رو هر چی گذاشت با حوسی های یمن پاپ رهنه بودن پوفیوس حوسی های یمن پاپ رهنه بودن آقای خامنه ای دست زد رو خب بچه باید چای حوسی رو تو ایران آقای سلام اسمش سلامه این نماینده شونه فرستدن ایران از دیلمیان بچه های حوسیه اومد با شاهنشاه ایران صحبت کرد اینا شاهنشاه ایران گفت برید دولت تشکیل بدید دیدید چه اتفاقی افتاد تو جپه؟ بقیه جپه حق و باطله دیگه تو جپه باطل یادتون باشه خودشون با خودشون درگیر میشن هواداران دو جریان مختلف دقیقا امارات و عربستان در جنوبش که هر دوتا بالاخره وابسته به سحیونیست بسن چون دو نقش اصلی رو اونجا محمد بن زایر و محمد بن سلمان بازی میکنن که اینا هر دو نوچه اسرائیل هن. خب چی شد؟ نوچه های نوچه اسرائیل تو جنوب یمن افتادن به جون همدیگه بچهای حسی دارن حکومت تشکیل میدن جفه حق و باطله پس اینجا میبینیم دست به هر چی نظام ایران داره میزنه طلا داره میشه شما دست رو هر کسی گذاشتید بدبختو نابود کردید محمد رضا شاه رو نابودش کردید تفلکو چنان نابود کردید که پسرش هنوز که هنوز نتونست کمر راست کنه اینه شماها نابود گرید و نظام ایران داره بخشی زندگی میبخشه اینا حقایقه بذاریم به شما یه خبری بدم همین امسال ایران یک واحد تروریستی جدید رو عملیاتی کرده که میخواد با های مرگبار به هر محلی که حمله کنن مردم رو نابود کنن <میدنس> اونها میخوان با این نیروی مرگبار آسمان های خاورمیانه رو با این موشک به تصویر خودشون در بیارن اونها همین الان از اینها در این هر نفهمیده ایران از راه دل داره تسخیر میکنه بله ابزار نظامی سر جای خودش امپراتوری ایران امپراتوری تمدنی است از راه دل ابو مهدی مهندس جونش رو برای ایران میداد بچهای حزب الله جونشون رو برای ایران میدن ما ما در سوریه جونشون رو برای ایران میدن بچهای حوسی یمن جونشون رو برای ایران میدن و این ف... فهم کج شماست که فکر میکنید ایران مثلا مزدور استخدام کرده چون شما خودتون مزدور استخدام کنید قسم شما همیشه طرف چیزی که خودش هست و در حقیقت بیان میکنه دشمنان این برنامه هم مثلا همیشه ما رو با شخصیت های واقعا ضعیف خودشون مورد آنالیز قرار میدن برای همین به یک نتایجی میرسن که این دچار اشتباه محاسباتیشون میکنه چون داستان کاملا متفاوته در مورد اسرائیل هم همینه در مورد ایران میگه خب من اسرائیل میرم موضوع استخدام میکنم فلان می ایران هم موضوع استخدام کرده دیگه نه دیگه ایران اصلا اینجوری نیستش موضوع بحث بس تمدنی ایران بچههایی که بالاخره گرایش داشتن به ایران رو حمایت کرده ایران حتی بهشون دستور نمیده ایران نمیاد مثلا بگه آقای حسین ما باید اینا رو دادیم تا این کارو برقوم بکن نه رابطه واقعا پدرانه و یک رابطه واقعا ارتباط تمدنی بسیار پیچیده ای در شرفه که همش از راه دله آقای نفتالی بنت عراق از این موشک‌ها در عراق در عربستان سعودی استفاده کردند اخیرا یک کشتی رو بهش حمله کردند که یک بریتانیایی و یک رومانیایی در اون کشته شدند ایران نیروهای تحت حمایت خودشون رو در یمن، عراق، سوریه و لبنان با صدها و بعدا با هزاران یو مسلح خواهد کرد. شما اگه بخواید میتونید اینها رو نادیده بگیرید اما تجربه به ما نشون داده که چیزی که در خاورمیانه شروع میشه در خاورمیانه ختم نمیشه نمایندگان محترم در سال 1988 ایران یک کمیسیون مرگ تأسیس کرد که دستور مرگ و اعدام 5000 فعال سیاسی رو صادر کرد 5000 یعنی تروریست دیگه تو شرط جنگی کسانی که عضو سازمان مجاهد پنج 5000 تا که حالا رقم داری میگی دیگه حالا رقمش رو کاری نداریم که توضیح هم دادیم تو شرط جنگی که سازمان مجاهد رفته کنار صدام در شرط جنگی اگه این اتفاق تو فرانسه باشه یا تو خود اسرائیل باشه شما چیکار میکنید آقا مثلا تو شرط جنگی با ایران هستی تو اسرائیل چند هزار تا یهودی اونجا یک حزب سز... میزنن یه حزبی حالا حزب مثلا الف بعد اینا میگن رهبرشون میاد با ایران همکاری میکنه خب نه نمیگم درستی یا غلطه من میخوام برخورد شما چی میشه چر شرط جنگی اصلا بحث ایدئولوژیک نمیگه. حزب الف یهودی میاد رهبرشون در ایران و علیه رژیم صهیونیستی مبارزه میکنه شما نزدیک حالا 100 نفر 200 نفر هزار نفر از عضا اعضای این دقیقت حزب الف رو میکنید تو شرط جنگی با اینا چیکار میکنید هر کاری که شما میکنید ما میکنیم اگر شما تو شرط جنگی که این حزب الف خطر بلقوه و حتی بلفل علی شما ایجاد کرده و حتی مثلا شما سربازای صهیونیستی که ما میگیریم چون زبان عبری بلد نیستیم حزب الف که به مثلا فارسی و عبری تسلط داره این میاد سربازای صهیونیست برای ما در حقیقت میگیره و مورد بازجویی قرار میده و اطلاعاتشون رو تخلیه میکنه برای نظام ایران خب یه همچین حزبی الان طرفی اصن بحث ایدئولوژیک نمیکنی تو اسرائیل چیکارش میکنی آقا سوال جدیه اسرائیل نه آمریکا آمریکا نه فرانسه هر کسی تو شرایط مشابه ایران باشه چیکار میکنه واقعا سوال جدی دارم ما تجربهش رو تو جنگ جهانی دوم داشتیم تو خیلی از اتفاقات داشتیم تو جنگ جهانی دوم حتی زنانی که به خاطر اینکه امرار معاش بکنن شرایط سختی داشتن بچه خودشون رو سیر کنن حالا توی کافی شاپ توی کالا کافه های اون موقع اینا یه دستی به سر روی سربازای آلمانی کشیده بودن شماها دیگه اولا بعضیشون رو اعدام کردید تازه در بهترین حالا این زنا رو آوردید وسط خیابون ها کچل کردید بعد از اینکه آلمان سقوط کرد در فرانسه تازه دیگه دیگه زنایی بودن که ببخشی فقط یه به خاطر که امرار معاش کنن یه دستی به سر روی سرباز آلمانی کشیده بودن ما داریم صحبت یک حزبی میکنیم یک سازمانی میکنیم که رهبرش تو شرایط جنگی در کنار رهبر دشمن نشسته اصلا اینجا بحث حق و باطل نداریم ما بحث منطق حکومتداری رو داریم بحث میکنیم اصلا مسئول رجوی بر حق بوده رفته نشسته در حال منطق حکومتداری هر کسی اینه که وقتی که حتی طرف به حق هم رفته در کنار یک فرمانده بیگانه نشسته و داره علیه تا تو, تو جنگ کار میکنه تو شرط جنگی منطق جنگه منطق حکومتداریه بیشک اعضای اونو شما تو شرط جنگی نمیاید باشون گل بل بل بگید و بیشک یکی از دقیقا جرایم در حوزه جن شرط جنگی که بهش میگن دادگاه صحرایی و غیره اعدامه حالا بماند که سازمان مجاهدین که با مردم رو ترور میکردن فلان میکردن آقای ابراهیم رئیسی اون موقع در چارچوب قوانین ها از مردم دفاع کرده اومده در چارچوب دفاع از مردم یه سری حکما صادر کرده اونم تو شرط خاص جنگی حالا اینا یه دست گرفتن که خودتون رو ضایع میگه فعلا که دبیر کل سازمان ملل نامه آقای گوترش پرتغالی نامه نوشت برای ابراهیم رئیسی که تو رو خدا بیا همکاری کن با سازمان ملل اونها را از جر ها دار زدن این کمیسیون مرگ تشکیل شده بود از چهار نفر این بازیه چیه که این جوجوها رو اینجوری میگرفتیم مثلا چیزی میکردیم پرت این جوجوهای عصبانی و اینا رو این چهره شبیه که از این جوجوها پرت میگرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران یکی از اونها بود انگری برنز داره رئیسی همچنین ناظر بود بر کشتار کودکان ایرانی کودکان ایرانی خب این داستان کودک هم خیلی جالبه قاسم سلیمانی قاتل دختران سوریه بچه ها, کودک ها اونه. این واژه کودک چون تو ادبیات تو اینجا لفوازی ها چیز میده تحت حالا در حالی که در بحث میدانی خود این اسرائیل یایتونه زمانی که تو جنگ سی و, و شیش روزه با الله درگی بود در سال 2006 شما یایتونه مدارس مردم لبنان تازه مدرسه یهود مدرسه مسیحی مردم لبنان رو میزد تو با حزب درگیر بودی حرام لقمه حزب هم که شیعه است حتی مدارسی رو مورد هدف قرار داد که مدارس مال بچه های مسیحی بود بچه کشی مال خودشون این هر چی که خودشون هستن رو میخوام به دیگران نسبت بدن دیگه بچه کشی خودشون رو داره نسبت میده به ابراهیم رئیسی پس شما ها تو حزب درگیر بودید مدارس دختران و پسران بود مال بخش ابتدایی 7 8 ساله 9 ساله مسیحی رو مورد هدف قرار میده دید حالا داره این کارو خودشون هم اینوزه گردن رئیسی لقب او قصاب تهران به دلیلی که لقبم داد به بیچاره رئیسی خب دقیقاً همین رو کرد حالا کی گفته آقای ابراهیم رئیسی قصاب تهران حالا شما این جمله رو شنیدی حتی عقب افتاده های همچون ایرج مستقی که تو این حوزه داره خودش پاره میکنه اندر یک کوچه هم هست همچنان حتی این همچین جمله ای تا نگفته جمله اخترا کرده یه قصاب تهرانه بارو بابا او مردم خودش رو قصابی کرد کاری که خودشون با یهودی های سیاپوس تو هم چیز دارن میکنن به تلاویب دارن میکنن ببینید چه برخوردی با یهودی های سیاپوس کردن اینا چون چند دسته اینا یهودی دیگه یهودی اصلی که خودشون رو خیلی قبول دارن سحیان نیستن اشکنازی بدونی با دسته های دیگر یهودی که حالا اورجینال تر نمیدن یا اصلا یهودی های ایران ها چه برخوردی کردن دیگه رادیو فردا رفت مصاحبه کرد بیشتر یهودی های ایران میگفتن آقا ما غلط کردیم میخوایم برگردیم ایران من نمیگم من نمیگم رادیو فردا داره میگه یکی از شاهدان این قتل آم. جنگ سی سی روزه ببخشید در جنگ 33 سی سی روزه یه سال 2006 یه برنامه زیاد دادم اجرا میکنه <applause> این اعداد قاطی میکنه شهادت نامه خودش گفت که وقتی که رئیسی یک دوره از اعدام ها رو به پایان میبرد جشن میگرفت و پول کسانی که دقایق پیش اعدام کرده بود رو بر میداشت و بعد مینشست و شیرینی میخورد دیدی کاری که خودشون اعتبار کرد ببین یه همچین فکر شیطانی که این داره بیان میکنه میگه که وقتی که اعدام انجام میشد رئیسی میرفت میگفت آقا بشینی جمع بشه پول اون اعدام شده ها آره رو ور می داشت با شیرینی میخواد شیرینی خامه ای میخواد دقت کن این قتل عام در شهادتنامه خودش گفت که وقتی که رئیسی یک دوره از اعدام ها رو به پایان می برد جشن می گرفت و پول کسانی که دقایق پیش اعدام کرده بود رو برمیداشت و بعد می نشست و شیرینی میخورد او قتل عام مردم کشور خودش رو جشن میگرفت با خوردن شیرینی خامه ای شیرینی خامه ای دانمارکی هم شاید میگرفت چون ایرانی ها شیرینی دانمارکی دوست دارن شیرینی خامه <تصفح> ای کاری که خودشون حتما میکنن دیگه چرا مثلا ما تا همچی چیزی به ذهنمون نرسیده حتما خودشون میکنن دیگه اعدام میکنن تو اسرائیل بچهای حزب الله رو میگیرن بچهای چه حماس رو میگیرن اینا حتما وقتی که اعدام میکنن خوش شیرین خامه ای میخورن دیگه گردان رئیسی میندازه ببین واقعا این حرف رو تو مجمع سازمان ملل داره بیان یکی از دلایلی که ما میگیم دشمن رو به افول و کارش تمومه همینه داستان سرایی اون نتانیاهو از دو, و اینا میومد داستان سرایی که اینم حالا شروع کرد شیرین خامه ای شیرینی کشمشی نبود شیرینی خشک نبود زبون نبود ظلمیا بالمیه ظلمیا نب... بامیه نبود شیرینی دانمارکی نبود عد شیرینی خامه ای میخورد رئیسی اصلا میگو الان رئیسی دقت کنید یار سریال های مزخرف جمهوری اسلامی در مورد رضا شاه و اینا میافتم. مثلا رضا شاه رو نشون میدن دستش وافوره بعد اینجوری میزنه خب ما امروز چیکار کنیم دهن مردم رو بیشتر سرویس کنیم این مردم و پدر رو اذیت کنیم که انگلیس خوشش بیاد این سریال جمهوری اسلامی که جواب عکس داد مردم و قشنگ یعنی کیش داد به سمت مهد کودک تو حالا حکایت اسرائیله این سریال این مزخرفی که در جمهوری اسلامی درست میشه علی رضا شاه و محمد رضا شاه اینا داره در مورد رئیسی صحبت میکنه برگشت میگه آره رئیسی یه دقیقه فکر کن الان رئیسی نشسته خب آقا چند نفر امروز اعدام کنیم از این مجاهدین اصلا طرف که آقا ما 20 نفر ایمون اعدام باید بکنیم خب این 20 نفر رو برید اعدام کنید پولاشون کو پولا اینه که اعدام کردیم پولاشونو بده پولاشون میشمره رئیسی یا رئیس میگه پسر بیا سرباز ببین برو یه چند کیلو شیرینی خامه ای بگی. این چیز میخوایم بکنیم شیرینی خامه رو ردیف کن ما الان با بچه‌ها بعد بشینیم اینجا یه شیرینی خامه ای بزنیم دیگه اعدام کردیم جون جشن میگیریم با پول این کشته ها پاشو برو شیرینی خامه ای بگیر سرباز اون رفت شیرینی خامه بده بچا بشین جشن بگیریم آدم کشته میخوایم خامه ای بخوریم حق تعریف میدانیش میشه دیگه چیزی که این داره میگه دیدی چقدر اینا بیمارن ببین وقتی تو میگه یه همچین مزخرف گویی و یه مثلا سازمان ملل بیان میکنی این نشون میده که ببین کارتون تمومه ببین چند تا نمونه ما داریم که آقا جریان مقابل کارش تمومه یکی اینکه وقتی کسی کارش تمومه خیلی رادیکال تر میشه و حالا اینجا تهدید میکنه یکی از مشخصه ای که کار اسرائیل تمومه رادیکال تر شدنشونه تندروتر شدنشونه در عین حال به کوچه علی چپ زدن و مزخرف گویی و محملگوییشونه شونه در مورد کسی که من باش درگی حالا به دادگاه میرسه همین دو شاخه سر داره هم رادیکال شده و هم محملگویی میکنه چرن پرند میگه این دو شاخه رو من الان در نفتالی بنت هم دارم میبینم داره در مورد ابراهیم رئیسی محملگویی میکنه همونطور که دشمنای من ساعت ها وایس و ساعت ها پست و ساعت ها فتوشاپ و اینا در مورد رنگ شورت های من میکنن محملگویی دیگه در عرصه تفکر و کار رسانه‌ای وقتی تو میپردازی به شورت و یک مثلا برنامه ساز یعنی چی یعنی داری مهملگویی میکنی در کنارش تهدید میکنن امید ببینیم ببینیمت فلانت میکنیم به امانت میکنیم میکشیمت یعنی تهدید دارم میکنن یعنی تندرو شدن برخلاف عرف بحث رسانی و حتی عرف زندگی در جهان تهدید به قتل میکنی یعنی تون رو تشبه یعنی چی؟ یعنی هر دو تا, هر دو تا شاخصه ای که داره کارتون تموم میشه کار این اسرائیل هم داره تموم میشه هی hey, ایران تهدید میکنه آقا حمله میکنم به ایران در کنار حمله میکنم به ایران میگه ابراهیم رئیسی شیرین ای میخورد <تصفح> محمل داره میگه یعنی کار اسرائیل تمومه یعنی الان هم یکی از این مقامات سابق آمریکا اومد گفتش که اسرائیل 20 سال آینده سقوط میکنه نابود میشه آقای خامنه ای هم قبلا گفته بود 25 سال آینده یعنی الان اینا نشانه های نابودی اسرائیل سخنرانی نفتالی بنت قشنگ داره به ما میگه که آقا اسرائیل تو چه شرایطیه دو تا شاخصه برای ببین شما الان آقای خامنه ای در مورد جمهوری جعلی آذربایجان نظر, نظر داد دیدی چه نظری داد گفت ما با اقتدار ولی با در حقیقت درایت و اینا کار میکنی یعنی سخنی نمیم الان خامنه بگی ببین آقای علیوف میزنیم پدرت رو در میاریم فلان میکنیم حسکت تا پتک میکنیم اینا روی آقای خامنه چقدر پخته در مورد جمهوری آذربایجان صحبت کرد چرا؟ چون دستش پره شما دستت خالی باشه تهدید خیلی میکنی تهدید کردن یعنی دستت خالی کار تمومه در کنار این اگه گویی کنی که نابود شدی یعنی دیگه اسرائیل داره نابود میشه وقتی که رسید کارش رسید به شیرینی یا اون نتانیاهو یادتونه کارش داشت تموم میشد لیوان آب می آورد اینجوری اومد یه پارچه آب برداشت ریخت ما در اسرائیل آب خوبی داریم چرا دختران ایران فاطمه نباید آب خوب داشته باشد؟ مرتی که برای ما تیاتر بازی میکرد و میگفتش که حکومت شما نمیتونه آب تصویه کنه اگر میخواید ما در اسرائیل مشکل رو حل کردیم ما بهتون کمک میکنیم نمایش بازی میکنن یه بار دیگه توپ فوتبال آورد یه بار دیگه یه نمایشای تئاتری بازی میکنن نتانیاهو همون موقع به خانمم گفتم این پدر سوخته وضعیتش تو خود اسرائیل خیلی خطرناک شده این شروع کرد حتی تو برنامه هم فکر کنم گفته بودم این جمله رو گفتم که این چون شرایطش تو اسرائیل خطرناک شده افتاده به تئاتر بازی کردن یعنی چی یعنی در حقیقت افتاده به محملگویی این محملگویی یعنی داره کارش تموم میشه بعد روزهای آخرش هم یادت دونه ایران ایرانو تهدید میکرد حمله میکنیم فلان میکنیم ما مراکز حساس در ایرانو موشک باران میکنیم نتانیاهو الان کجاست یکی دیگه ترام بود ترام یادتونه چقدر عت مهملگویی ترام که دیگه خیلی زیاده مهملگویاش حالا فاکتور بگیم یادتونه روزهای آخرش که میدونست دیگه کارش تمومه هی hey, تهدید میکرد به ایران میخواد حمله کنه به خصوص چند روز آخر حکومتش در ژانویه 2020 حملش به ایران دیگه داشت قطعی میشد یادتونه و این همونه ترام داشت تموم میشد اسرائیل هم داره تموم میشه چون افتاد به شیرینی خامه ای رئیسی حالا شیرینی خامه ای رئیسی رو همچین بدم بخوری که دیگه هوس شیرینی خامه ای نکنی آ این افتادی بنت و حالا همین رئیسی رئیس جمهور جدید ایران هست ما با همشین کسی سر و کار داریم در چند سال اخیر ایران یک جهش بزرگ برداشته به سمت تاسیسات هسته ای و تأسیسات غنیسازی ایران پیوسته به پیش رفتن برنامه هسته ایران الان در یک مقطع حساس قرار گرفته تمام خط های قرمز رو گذر کردن ازشون تمام بازرسی ها رو تحت نادیده گرفتن کسایی که خوشبین بودن همه خوشبینی های اونها نقش بر آب شده ایران داره پادمان های آژانس بین المللی انرژی هسته ای رو هم نقض میکنه خب تو که اصلا هر لقمه لغمه شما که اصلا امضا نکردی انتیپی رو اینا رو اصلا امضا نکردی نمیگی چند تا شما اصلا کلاهک هسته ای دارین بعد تازه داری به ایران میگی نقض میکنه قراردادهایی که مسئله بین المللی که تو اصلا امضا نکردی تعهد ندادی جوابگو هیچ بشری نیستی توی عرصه بین الملل حالا یقه ایران میگی چرا جوابگو نیست نقض کرده خرابکاری میکنن در بازرسی بازرسان آژانس و کسی اونها رو پاسخگو نمیکنه برای این قضیه به 60 درصد بابا هیچکی تو اسرائیل تو الف بچه رو نمیتونه توی منطقه پاسخگو کنه آقا نقشه اسرائیل ببینید بخندی میخورده توی هفتاد ساله با اون که واقعا به ذات جغرافیای کمیک در عرصه بین الملل پاسخ هیچ کسی رو تو عرصه بین الملل نمیدی بعد میگه هیچکی کی نمیتونه ایران رو پاسخگو کنه بابا ما ایرانی ما با بابا ایرانه داری با ایران خود منم اینجا اینقدر هرسم میگیره این دشمنای من با شخصیت ضعیف خودشون اصلا میگن با من مقایسه میکنن اینقدر هرسم در میاد خوش نمیاد این امید دانه است بالاخره یه پیشینه یه کاری این همه تلاش اینا حرام لقمه ها خودشونه من فقط تنها چیزی که از دشمنام ناراحت میشم اینه که خودشونو با من مقایسه آقا فوش بده به رنگ شورتام بپرداز ولی خودتو با من مقایسه نکن خیلی ناراحت میشم الانم هم ناراحتم هم. این مرتیکه کچل نفتالی بنت نشسته داره خودشو با ایران داره خوش با ایران مقایسه میکنه میگه ایران چرا پاسخ نمیده تو هم جوابگو نیستی انتظار داری ایران پاسخگو باشه با این عظمت با این واقعا بذات جغرافیایی عظیمش با این گستره تاریخی تمدنش ایران پاسخگو باشه پاسخگو چی باشه پاسخگوی زورگویی باشه متاسفانه به خاطر دولت خائن روحانی ما بیش از این حرفان پاسخگو بودیم دیگه بسه ما پاسخامونو دادیم دیگه نوبت پاسخگویی شماست آره به قول معروف دیگه ما کارامون کردیم نوبت کار کردن شماست غنی سازی اورانیوم رسیدن که فقط در یک قدم با غنی سازی در سطح هسته‌ای نظامی فاصله داره و باز هم کسی به اونها چیزی نمیگه هنوز که هنوز ان پی را امضا نکردن حرام لقما اون وقت داره به ما میگه پاسخ نمیدن پاسخ میدن proves... شواهدی که خیلی روشن ثابت میکنن که ایران نیتش رسیدن به سلاح هسته‌ای است تا جون در بیاد نه انتظار داشتی با توی که دویستا کلک هستی حداقل داری ما با چی باید بجنگیم با سنگ و چماق و اینا اون تا اون زمانی که بچه های و فلسطینی و اینا با سنگ باتون با مبارزه میکردن حال میکردی تموم شد اون دوران که اینا با مشت خالی و با سنگ و اینا بهتون پرت میکردن نمیشه که دیگه همش اونا با سنگ پرت کنن شما بهشون گلوله بزنید این بار بخواید غلطی بکنید دیدی بچه قضا چجوری موشک و راکت انداختن رو سرتون در سایت های مخفی در دورغزاباد در تهران در مریوان همه اینها رو نادیده گرفتن برنامه هسته ایران به یک لحظه حیاتی رسیده و بنابراین بردباری ما هم به یک لحظه حیاتی رسیده بردباری شما هم به یک لحظه حیاتی رسیده ببین حتما تلاش کن که بردباری شما تو همین لحظه حیاتی همچنان بردباریتون بماند چون اگر بخواد این بردباری شما یک زمانی تمام شود اون وقت دیگه سه طرفتون که الان محاصره اردن هم داره ثابت میشه اون وقت هم که تو آبام که مثل که ایران حضور داره حتی اون نقشه فرار از طریق دریا هم داره یواش یواش دیگه جلوش گرفته میشه حتی تو دریام نمیتونید برید خودتون فراری بدید به نفع خودتونه <applause> بردبار باشید There. این کلام نیست که بتونه سانتریفوش ها رو از چرخاندن باز داره خوبه که عدقه فهمیدی لفظی کردن اینا جلوی ایران نمیتونه بگیرن در جهان هستند کسانی که تلاش ایران رو به سمت سلاحهای هستهی به چشم یک واقعیت اشناب ناپذیر نگاه میکنن یا شاید خسته شدن از اینکه در این باره چیزی بشنوند اسرائیل در چنین وضعیتی نیست اسرائیل نمیتونه به خودش اجازه بده که خسته بشه از شنیدن در این باره و ما خسته نخواهیم شد غلطی نمیتونید بکنید و اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد که به یک سلاح هسته ای برسه بگذارید یک چیزی به شما بگم ایران خیلی ضعیفتر و آسیب پذیرتر از اون چیزی است که به نظر میرسه فشار حداکثر ایران پابرجا مونده این همه دشمن ایران پابرجا ایران میگه ضعیفتر هست هر زمانی توهم و همین حرف ها رو شما ها میزهی چهار تقب افتاده اپوزیسیون سه ساله تفلکی ها زندگیشون رو نابود کرده به صورت میدانی این چمدون هاشون بسته شده تو اتاق حالشون داره خاک میخوره ایران تو قوی ترین زمان خودش در 1400 سال گذشته است در قوی ترین زمان خودش تو 1400 سال گذشته است بعد داری میگی ایران فلان ایران ضعیفه اقتصادش داره سقوط میکنه رژیمش منحت و پوسیده است اینا هم اونایی یعنی که سال 88 میگفتن که خامنه ای در بدترین وضعیت و نهایتا جمهوری اسلامی یک سال میمونه یعنی تا سال 89 میمونه الان 1400 یعنی میخوام بگم چقدر ما یک سری برنامه داشتیم به عنوان بررسی کارشناس ها که وابسته به اسرائیل بودن همه اینا رو به با... همهشون همشون سال 88 میگفتن کار تمومه اینا حتی نتونستن کار ببخشید متحدان ایران نه بشار اسد که حالا بالاخره یه سازو برگیره داره حوثی‌ها هم نتونستن کارشون رو تموم کنن حالا دارن شاخشونه برای خود اصل جنس که ایرانه دارن میکشن دولت فاسدش حتی نمیتونه آب برسه داشته باش این مرتی که نفتالی بنه واژه دولت فاسد اومد یاد کرد در حالی که الان همین الان اسرائیل درگیر پرونده فسادهای گسترده نتانیاهو ها نه که ایران بخواد اینا اتهام بزنه خودشون تو اسرائیل الان درگیر فسادهای نتانیاهو هم دادگاه دارن تشکیل میدن بعد این داره میگه که فساد در دولت ایران دیگ به دیگ واقعا میگه روسیا اینجا سونه به بخش های عمده از این کشور الان تازه اربابشون که آمریکا باشه فسادهای مالیاتی آقای ترام بگی تا بایدن همینجوری دارن همدیگه رو افشا میکنن های سنگینی در مورد فساد مالیاتی ترامپ و بایدن مطرحه که علی همدیگه هر روزی نیستش که اینا تو های آمریکا همدیگه رو افشا نکنن بعد اینا به دولت ایران میگن فاسد ما نمیگیم هست یا نیست ولی اینا دیگه خیلی پر رو هن. هر کی میگه شما نگید واقعا خفشید دیگه بابا هر چه ضعیفتر بشن تند میشن آفرین و تلاش بیشتری خواهند کرد که ضعف خودشون رو مخفی کنن آفرین نظامی که ضعیف بشه تند رو بشه من این حرفش رو اتفاقا کامل تایید میکنم حالا بریم بررسی کنیم آیا جمهوری اسلامی تند تر شده اتفاقا یا نه برعکس جمهوری اسلامی داره تعامل میکنه با خیلیا این تندرویی شما تند شدید که میگه حمله میکنم تحمل همین تو سخرانی ده بار گفتی آقا من تحمل نمیکنیم فلان میکنیم بردباریمون به انتها رسیده با یک اینجوری بشکنتون میزنیم این جنگنده هاتون بالا میشن میان تو سوریه بمباران میکنن از ترسشون این صد و حجم حملات کور شما در حقیقت در خاک سوریه نشان دهنده ترستونه دیگه اتفاقا جمهوری داره خیلی با منطق خیلی با آرامش داره کارش رو انجام میده اتفاقا جمهوری خیلی داره با تعامل رو جلو میبره کجا تون رو شده تازه یه چهار تا گشت ارشاد هم که داشتیم به دخترامون گیر میدادن اونا هم جمع کردن کاملا برعکس این داره تعامل میکنه با مردم من به همه در سه بین الملل هم جلو میبره ای شما میگم اگر ما مصمم باشیم اگر جدی باشیم که بخوایم اونها رو متوقف کنیم اگر از منابع خودمون و ابتکار خودمون استفاده کنیم میتونیم موفق بشیم exactly و این دقیقا کاری که خواهیم کرد هیچ غلطی نت تهش که سریال هم که درست سریال تهران رو درست هیچ غلطی در حوزه میدانی نخواهید کرد و نمیتوانید مثل موشای کسی فقط بیاید دو تا ترور بکنید اینا ولی مسیر اصلی ایران رو نمیتونید جلوشو بگیرید حالا آره دوتا ترور میتونید بکنید دوتا خرابکاری خرابکار آخر خرابکاری دیگه شما یک نظام خرابکار هستید بله خرابکاری میتونید بکنید دوست خرابکاری آخه سازندگی نه کارشو خرابکاری آره بیا یه جاله تو نتنز و اونجا خرابکاری کنی اینا آره آره ولی اش جلوی مسیر ایرانه که آخه سگ کی باشی واقعا شوخی میکنی بزرگای شما اربابهای شما تو آمریکا نمیتونن friends, دوستان من <applause> همه چیز دار... خب تا همینجا کافی بود تحلیل این برنامه و من فکر میکنم کار اسرائیل به شدت داره تموم میشه این مدل صحبت کردن آیه نفتالی بنت نشان از ترس اینها میده درست میگه نظامی که تندرو میشه داره کارش تموم میشه و با تمامی چیزهایی که ما داریم پارامترهایی هایی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقا لحظه به لحظه داره منطقی تر حرکت میکنه و برعکس دشمن ها دارن تمروتر میشن و اسرائیل تنروی که امروز داره با توجه به اون المان دیگه که مهملگویی بود که دیگه رسید تو مجمع سازمان ملل میگه رئیسی آدم میکش پولشون رو برمیراش شیرینی خامه میخورد اینو داره تو مجمع سازمان ملل میگه به خدا این حرفی که این زن مثلا جاش نیست آدم توی رسانه لس آنجلسی حتا بگه چه برسه به مجمع سازمان ملل وقتی که ابتزال در گفته مهملگویی در گفته به این سطح نازل میرسه یعنی اسرائیل شرط سختی رو داره واقعا میگزنه یک کشور 5 6 میلیونی که کلی کارتون خواب داره تو تل آویو آخه هر لقمه تو با 5 6 میلیون چه جوری نسی کارتون خواب هوملس چه جوری تولید کردی تو تل آویو من موندم نمی‌تونی پن... آخه تو حرام لقمه نمیتونی 5 6 میلیون یهودی رو کاراشون رفع رو رفع رجوع کنی کلی هوملس دارن بیرون هر روز تظاهرات توی اسرائیل به خاطر شرط بعد اقتصادی چی میگی تو چه شاخشون نمیکشی برای ایران تازه شما سر تماما اسرائیل میدید که ثروتمندان بزرگ دنیا جمع شدن در تاریخ همه ثروتمندان و همه بانکدارا یهودی بودن تمام دانشمندان و پولدارهای روسیه که یهودی بودن اومدن در اسرائیل زندگی میکنن با این حجم ثروتی که شما وارد کردید در اسرائیل انقدر دارید هوملس میدید هر روز تظاهرات بیکاری و تظاهرات وضعیت بد اقتصادیه و تو داری تو یه کشور پنج میلیونی رو نتونه سیه داره کنی و داری در ایران تهدید میکنی شاخشونه میکشی توی همون پنج شیش میلیون شما تو الان چهار سال درگیر انتخابات بودید سرکله هم زدید آقای نتانیاهو تای فاسد فلان هزاران داستان بعد شاخشونه برای ایران میکشی بعد هم که به محملگویی میفتی بعد میگی ایران کارش تمومه آقا همه داده ها داری میگه توی اسرائیل کارت تمومه اربابات حتی تو آمریکا بعضیشون اومدن میگن دیگه اسرائیل نهایتا بتونه بکشه 20 سال دیگه میتونه بکشه به خدا به 20 سال با این سخنرانی که نفتالی بنت دیدم 20 سال چیه اینا تا 4 5 سال دیگه اگر بکشن اوضاعشون خرابه خیلی اوضاعشون خرابه اسرائیلیا به هر روی من یک پیش بینی دیگه بکنم اصلا کار به اینجا نمیرسه با اسرائیل جنگ بشه اینا خودشون خودشون رو مثل عقرب دارن نیش میزنن توی وسط آتش عقرب گیر میکنه خودشون نش میزنه اینا به قول شهیر خودشون خودشون نابود میکنن چی داره میگه این واقعا چی داره میگه ببین هم همین که شما رئیس جمهورتون ترامپه الان خب اوباما خب داره یک شخصیتی بود توی آمریکا اوباما رو با ترامپ عوض میکنی و ترامپ داغون بود دیگه بعد ترامپ رو میداری بدتر میذاری بایدن یعنی شما نکن اوباما ترامپ بایدن هر لحظه داره بدتر و پس رفت حالا تو اینا تو اسرائیلیا نتانیاهو رفته بعد از عمری نفتالی به نت ماده. اینا همه نشانه واقعا سقوط شماست ولی در ایران چی روحانی رفته رئیسی اومده هر جور حساب کنی وضعیت بهتر شده شما هر جور حساب کنید هی داری وضعیتتون خرابتر میشه بعد میره بدترتون داره میه. میاد یعنی شما شما بین روحانی و رئیسی رئیسی خب چند سر گردن بالاتر فساد جلوی قوه قضاییه رو جلوش گرفته و و و دیگه کلی واقعا از نظر ساخت و ساز و واقعا کارهای درست خب رئیسی یک سر گردن از این مرتی یک سر گردن که خیلی بیشتر از این مرتی روحانی بهتره یعنی وضعیت ایران هر لحظه در همه حوزه‌ها داره بهتر میشه وضعیت شما داره پس رفت دیگه آقا این بایدنه که تو آمریکا رو پاش وای نمیشه نتانیاهو رو دادید نفتلی به و این هاروم لقمه ها میگن انتخابات تو ایران بین بره بدتر بابا در بین شما بین قزمیت و قزمیت تره که قزمیتاتون میرن قزمیتراتون میان <applause> عاشقتونم قربونتون برم من اصلا خیلی دیگه تحمل کردم این قیافه بز میته اینو عاشقتونم بدرود پاینده باشید